در میدان بو علی سینای همدان هستیم در جوار آرامگاه ابدی ابو علی سینا فیلسوف دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری شست و سه سال پیش در جشن هزاری تولد شیخ و رئیس ابو علی سینا بنای جدید مقبری این دانشمند نامی ایران مورد بهرهبرداری برداری قرار گرفت بنای این مقبره معرف ویژگی های ابن سینا و با الهام از گنبد کاووس یا مقبره قابوس ابن وشبیر یکی از عظیمترین شاهکارهای معماری عصر ابن سینا ساخته شده قابوس ابن وشبیر که در گرگان حکومت می کرد ارادت خاصی به آلمان و دانشمندان داشت ایشون به سبب این علاقه وافر ابو علی سینا رو برای زندگی به گرگان فراخوندند پس از اینکه ابو علی سینا به گرگان رسید به او خبر دادند که قابوس ابن بشبیر توسط سربازانش دستگیر شده و به قتل رسید این بنای جدید دوازده ستون داره که نشان دهنده دوازده دانش ابن سینا ساخت این بنا در سال 1337 هجری شمسی به پایان رسید جالبه بدونید هنگام تخریب بنای قدیمی بقایای جمجمه سر شیخ رئیس ابو علی سینا به شکل کاملا سالم از خاک پدیدار شد که در جعبه های مخصوص مهروموم شد و مجددن به خاک سپرده شد شهرت ابن سینا در تبابت و فلسفه ایشون رو به یک شخصیت و چهره جهانی تبدیل کرده از این رو همه ساله گردشگران مختلفی از سراسر سر جهان برای بازدید از مقبره ابن سینا به همدان میان